سلام علیکم امروز کریر جواد زلزله داریم، هم یورو رو قراره بازی بکنیم، هم دیگه واقعا این بار از رئال قراره بریم یه تیم دیگه حالا دور انداز بریم ببینیم اون تیمی که میریم میتونیم قهرمان لیگ بشیم، قهرمان UCL بشیم یا نه. بشه از این وقت سوزنده نمیگیرم. 1 2 3 رو بریم. واسه یه قسمت دیگه از کریر جواد زلزله، همونطور که می‌بینید دیگه یورو رو داریم، بریم تمرینات رو بزنیم و ببینیم که اوضاع چجوری دیگه. آها، یورپین چمپیونشیپ، اوکی. کجا بازیمون میده اینجا؟ درود به مرامت. آها، اینجا باریکلا ما رو استی بازی میدی. برو بریم بازی اولو مساوی کردیم، اوکی. خب بریم سراغ بازی دوم که ببینیم آیا میتونیم پیروز بشیم، که بله 2-1 بردیم. حالا یکم جدول فکر کنم فرق بکنه. ما با آلمان بازی داریم، مساوی بکنیم سعودو کردیم، خیلی بد میشه. واو به به، مساوی کردیم و ببینیم که آیا سعود کردیم. بله نفر اولم سعود کردیم و آلمان نفر دوم سعود کرد. هولی شت، اوکی. اینجا دیگه قبل از اینکه ما بریم درگیر مسابقات چیم، داشلی زلزله رو بردار بیار. ریکوست ترانسفر فور شورت، حتما بعد از رئال بریم و من واقعا دیگه تو رئال نمیخوام بمونم. جوان 23 ساله، پرتغال با هلند، اولین بازی حذفی یورو. خیلی ها به دنبال گرفتن جواد زلزله هستن که به تازگی به رئال مادرید گفته که میخوام از این تیم برم و این فصل قرار نیست دیگه توی رئال مادرید بازی بکنه. حالا یه پاس جواد، ضربه جواد زلزله، خود جواد، یه تایم سبت و توی دروازه، حساب کارو 1-0 کنه در دقیقه ششم با یه خوشحالی تاکسیک کالما پاپا کالما. فوق‌العاده ضربه‌شو زد این جواد زلزله. ببینیم با هم، بغل پا دور از دستان دروازه‌بان، فوق‌العاده بود ضربه‌اش. اکشی بابا، گفتم گرفت توپو. 1-1 مساوی میشه بازی. واو، یک ضربه دیگر و توی دروازه. دیانگ بود، بله، حساب کار 2-1 میکنه. پرتغال واقعا فقط به امید جواد زلزله داره بازی میکنه. خود جواد پیک باز هم از جواد میگیرم. واقعا جواد تنهاست بین مدافعان تنومند هلندی، تنهاست. 1-4 توی دروازه، گل سوم. گلو نزنی گلو میخوری. آلای جواد، ضربه جواد، باز هم کنه خود جواد. آلای جواد، ضربه جواد که تایم سبزم بود باز هم میگیره. نه ما اونجا بابا دفام واقعا آبکشه، هرچی توپ اومده رفته. بابا بیایید واقع بین باشیم دیگه، چاریکو که دیگه نمیتونیم ببریم بابا. توش جام تو ریزالت بابا، چاری یکم تموم شد، از شدیم بابا. یورو انصافا دفامون خیلی تعطیله، متاسفانه از یورو حذف شدیم، ولی هیچ اشکالی نداره، باید حواسمون جمع بکنیم که یه تیم درست حسابی بتونیم پیدا بکنیم. این رئال ما رو داره لفک بازی میده، گرچه آخرش داشت ما رو استی بازی میداد ولی دیگه دیره. قهرمان میشیم؟ بله قهرمان هم شدیم، قهرمان بازی پیش پس. تمام، این بار دیگه قبول کرد، دیگه خدا حافظ شد. آقا کجا؟ مگه تو میتونی ما رو بذاری بری؟ مگه تو میتونی سنگر رو خالی کنی؟ بله، ترانسفر آفر FC بارسلونا، بازگشت شکوهمندانه به بارسلونا. سرشو ببوس. لباس بارسا هم پوشیدیم. خب به نظرم اینه که بریم بارسا کار ناتموم رو تموم بکنیم. تایید جواد زلزله و باز هم بارسلونا. جای من بودی نمیزدی؟ دوباره از رئال مادرید باز میگرده به بارسلونا. خب به خب این فصل باید قهرمان لیگ بشیم، من حالیم نیست.
خب بازی اولو 3-1 بردیم، باریکلا 3-1 بردیم و آیه گلی زد داشت علی. بله یه بازی و دو گل ریس کردیم. بازی دوم با تو خونه است و باز هم میبریم 1-0. آیا گلی زدیم؟ نه. رئال چند نمره؟ رئالی که اوه رئال سوم. اوکی ببینیم بارسا ما رو استی بازی میده. بله ما رو استی بازی. کی اصلا داریم تو ترکیب؟ زلزلی، پدری، اوه پدری 92 شده، تورست 89، دیاز 91، کارواخال. ببینیم انشالله که این بازی ببریم. 3-1 بازی رو برنده شدیم. چند تا گل زد داشتی؟ هیچی. واو چقدر بد. اینو که هیچی. واو 2-0 زدیم و میریم واسه اولین بازی توی UCL. خداییش توی لیگ خیلی خوب داریم کار میکنیم. ببینیم که توی UCL قراره که چه کار بکنیم. امیدوارم که UCL هم بدرخشیم. 4 بازی 4 گل، آماری خارق‌العاده از جواد زلزله در این فصل. واقعا احیا شده دوباره توی بارسلونا. بریم ببینیم که اولین بازی توی UCL بعد از مدت ها 3-1 باختیم. تو لیگو چیکار میکنیم؟ 3-1 زدیم. واو نایس. 6 بازی 6 گل، فوق‌العاده. این جواد زلزله آماده از بارسلونا در صدر جدول با 15 امتیاز و اختلاف 4 امتیازی با اتلتیکو مادریدی که فوق‌العاده خفنه. واو با رئال مادرید بازی داریم. من ترجیح میدم که سیم بکنم چون برم تو احتمال باختمون زیاده که وای باختیم. برگشت ولی سعی میکنم بازی کنم اگر حساس بود. الان خیلی حساس شد بازی ها به خاطر اینکه باختیم و اختلافمون 1 شد با اتلتیکو مادرید. 4-1 بازی بعد رو زدیم آجی. 8 بازی 7 گل زده. برو بریم پسر UCL. امیدوارم که اینجا بزنیم. بعد زدیم. آیا گلی زدیم؟ بله که زدیم، یه گل زدیم. برو رو بریم بازی بعدی توی لیگو چیکار میکنیم؟ 3-3 مساوی. شت گلم زدم یه دونه ولی مساوی کردیم و الان دوم جدولیم با اختلاف 1 امتیاز با اتلتیکو مادرید. خب بازی بعدیمون فکر کنم با اوساسونا که 3-1 زدیم. واو نایس. بازی بعدی توی UCL باید این بازی رو ببریم. اسپورتینگو توی UCL اسپورتینگو بزنیم خیلی خوبه خداییش. 3-1 UCL زدیم. برو بریم. رسیدیم به بازی با اتلتیکو مادرید. ببینیم که فیکس هستیم. بله که فیکس هستیم. اوه اول جدول هستیم. 2 امتیاز. اوه اوکی باید یا مساوی بکنیم یا ببریم. به به 2-1 اتلتیکو مادرید رو میبریم و میکنیم. میریم بالا با 25 امتیاز صدر جدولی. جواد زلزله قراره که این بار دیگه قهرمان لیگو بشه با بارسلونا. به به بازی بعدی هم 2-0 زدیم. 14 بازی 12 گل در بهترین فرم ممکنه داریم بازی میکنیم. یعنی بازی با والنسیا هم فیکس هستیم. بلی که هستیم. والنسیا رو 2-2 مساوی کردیم. اشکال نداره. بازی رو مساوی یا ببریم صعود کنیم. فکر نکنم اول بتونیم صعود کنیم چون یوونتوس همه رو نه یه بازی با یوونتوس هم داریم رو در رو. یعنی که این بازی چیکار کنیم؟ 1-0 بردیم. اوکی UCL فکرم صعود رو کردیم. کاری نداره واسه صعود. وای بازی بعدی فیکس نیستیم. چقدر بده چقدر بد. بازی بعدی فیکس نیست. نه میتونیم وایس اصلا واسه نمون اینجا میتونیم خودمون رو فیکس کنیم. یه تمرین داریم. 3 امتیاز اختلاف امتیازمونه با دوم جدول که اتلتیکو مادریده. بریم ببینیم که این بازی رو تو خونه چیکار میکنیم. 4-1 بردیم و 17 بازی 15 گل زده. آماری فوق‌العاده از جواد زلزله. بریم بازی بعدی خارج از خونه. رئال سوسیداد 4-0. 18 بازی 16 گل. میتونستیم گل بزنیم. چرا اینجوری کرد؟ اوکی 2-2 مساوی کردیم. بعد دوم جدول رفتیم بالا. خوبه خودش دوم انصافا راضی هم که صعود کردیم. خوبه اگر ما این بازی رو ببریم اختلاف امتیازمون میشه 9 امتیاز با اتلتیکو مادرید. واقعا باید این بازی رو ببریم و 2-0 میزنیم. 2-0 میزنیم. 20 بازی 17 گل زده. 38 به اوه الان دیگه دوم جدول اتلتیک بیلبائو 7 امتیاز اختلاف داریم باش. برو بریم انصافا که این فصل آن فایرین. 4-1 زدیم. 21 بازی 17 گل گل نزدیم. که من فکر کردم بازی با یوونتوس آخرین بازی نبود. این بازی آخره که 2-2 مساوی که سودو کردیم و این بازی رو فیکس نیستیم متاسفانه.
ولی 3-2 پیروز میدان شدیم. به به 23 بازی همچنان 17 گل. یکم روی 17 گیر کردیم چند هفته است. امیدوارم که بتونیم یه هتریک چیزی بکنیم. با آلمریا بازی داریم خارج از خونه. 1-1 مساوی. این مساوی ها واقعا بده. خب رسیدیم به بازی با ویارئال. اتلتیک بیلبائو خدا رو شکر گند زد و الان همچنان 7 امتیاز رو داریم با اتلتیکو مادرید. باید این بازی رو ببریم. خیلی هم مهمه که این بازی رو ببریم. امیدوارم که تو خونه بتونیم ببریم. و بله 4-2 در هم میکوبونیم ویارئال. واقعا این تیممون قویه بچه ها. این تیممون قویه. واو 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 واو. همچنان 17 گله ایم. ما چرا نمیتونیم گل بزنیم؟ این بازی خطافه رو بزنیم. 5 برتر دیگه باید 17 رو رد کرده باشیم. هتریک میکنه جواد زلزله. باریکلا. سمی فاینال سوپر کوپا هستیم. فوق العاده فصل خوبی رو داریم. سپری میکنیم. سوپر کوپ هم 2-1 زدیم. آیا گلی زده؟ نه 20 گل. وای وای وای. سوپر کوپا فاینال با رئال مادرید. این بازی رو حسم میگه اگر من چیز بکنم، اگر من سیم بزنم بازی میبازیم. میخوام برم و بازی بکنم سوپر کوپا رو. بریم که بازی رو شروع بکنیم. امیدوارم که بتونیم قهرمان سوپر کوپ هم بشیم. حالا یه موقعیت. خود جواد زلزله. خود جواد زلزله و توی دروازه در فینال در ال کلاسیکو پاش به گل زنی باز میشه و خوشحالی هم نمی کنه. 30 دقیقه تا قهرمانی بارسلونا در سوپر کوپا و قهرمانی که جواد زلزله براش فوق العاده ارزشمنده، چون بالا تو مسابقه گفته بود که در رئال مادرید راحت نبوده و گاهن به اجبار کارلو آنجلوتی که توی پست لف بک بازی میکنه گلو میخوره. وای افتوش. بازی فوق العاده حساسه. نه بگی توپو سوتو بزن دابا. نه نه دقیقه 102 کاپو جامو از ما گرفت روملو لوکاکو. وای دوش میرفت پنالتی ها. دایما دقیقه 112 درد داشت. کوف نمیخوام قهرمانیشون رو ببینم. خداییش حقم نبود این که ببازم. باید قهرمان میشدم. خداییش توفتوش. 3-0 لیگو زدیم. لیگ خداییش خیلی خوب داریم نتیجه میگیریم. 29 بازی 23 تا گل زدم این فصل. بازی بعدی تو خونه. به به دبل وین بعد از یه باخت خیلی بد. دیگه باید بزنیم. یه خارج از خونه است ولی کاپا رو باید دیگه بزنیم دیگه. داداش اینقدر تو لیگ خوب داریم نتیجه میگیریم. بعد 2-1 زدیم. بازی بعدی با والنسیا هستش. 31 بازی 24 گل. Not bad at all baby. از والنسیا باختیم. ما با توفتوش دیپورتیو لاکرونیا رو توی خارج از خونه ببینیم. علاوه یه لاکرونیا چوت. یکی زدیم. اوکی انصافاً که دبلی. واو 12 امتیاز اختلاف امتیاز با اتلتیکو مادرید. قهرمانی لیگو باید تبریک بگیم دیگه به خودمون یه جورایی، چون فوق العاده خوب نتیجه گرفتیم. 1-1 با اتلتیکو بیلبائو مساوی کردیم. بازی بعدیمون با والنسیایی که 1-0 تو کاپ بهش باختیم. ببینیم اینجا تو خونه 2-1 میزنیمش. کلن توی خونه خوب نتیجه میگیریم و مخصوصا توی لیگ. خب بازی بعدیمون با منچستر یونایتده توی UCL حذویه. ببینیم که UCL بازی اول تو خونه 2-1 میزنیم منچستر رو باریکلا. ما هم بازی رو 4-1 میزنیم باریکلا. کلا فوق العاده داریم نتیجه میگیریم توی لیگ. بازی بعدی هم 3-1 میزنیم. 13 امتیاز اختلاف امتیازمون اتلتیکو مادرید. دیگه واقعا قهرمانیمون فکر کنم مسجل شده باشه. فیکس هم نیستیم. خنده داره خودش. خنده داره که این بازی فیکس نیستیم. خارج از خونه است. مهم نیست. خدا مساوی کردن حقتون ما رو فیکس ندی تایم میشه دیگه. بازی بعدی با منچستر یونایتد بازی برگشتمون بازی رفتمون 2-1 زدیم من یورو. حالا ببینیم اینجا چیکار میکنیم. 5-2 باختیم. خسته نباشید دلاور خدا قوت پهلوون. عجب باخت
عجیب غریبی بود. وای بازی بعدی هم 2-2 مساوی کردیم. این بده. دو تا بازی پشت سر هم تو لیگ مساوی کردیم. این بازی رو چه کردیم؟ این بازی هم 2-2 مساوی. وای چه گندی زدیم. 7 امتیاز اختلاف. چه گندی زدیم. اینقدر خوب نتیجه گرفتیم یهو بازی رو داریم همون مساوی میکنیم. این بازی چیکار میکنیم؟ این بازی هم 2-1 باختیم. وای چه بلایی بر سرمون اومد بعد از اون باخت به منچستر یونایتد. این بازی دیگه ببریم انصافا اسپانیالا. 2-1 زدیم اوکی. 7 امتیاز اختلاف اینجا ولی یه بازی هم بیشتر داریم به اتلتیکو مادرید. وای یه بازی هم الان با رئال داریم. قهرمانیم. نه او ماه بعدی خیلی خفنه. هنوز بازی ها تموم نشده. 1-1 مساوی با رئال. 77-76 امتیاز اختلافمون شد. از 13 امتیاز ببین به چند رسیدیم خداییش. بریم بازی بعدی. فوق العاده لیگ حساس شده و اون مساویه‌ای که کردیم به فنا مونده. اوکی 4-1 اینجا زدیم. 8 امتیاز اختلاف امتیاز. اوکی مساوی کتف کنه. دید وای بازی بعدی بود با خود اتلتیکو مادرید. اینو این بازی رو بزنیم کارو تموم کردیم دیگه تقریبا میتونم. آره دیگه رئال مادرید که خوب شد رئال مادرید نموندیم. رئال مادرید سوم جدول حاجی. ببینیم اتلتیکو رو چیکار میکنیم. واو 1-1 مساوی کردن خوبه. با رقیب مساوی کنیم به نفعمونه. بازی بعدی هم بردیم. نایس. و قهرمانی لیگو تبریک میگم فکر کنم. بله دو تا بازی بیشتر نمونه. اختلاف امتیازمون 7-4-11 امتیاز و قهرمانی لیگو به همه برابچه و طرفداران جواد زلزله تبریک میگم. با بارسلونا برگشتیم و قهرمان لیگ شدیم و اینم یه به به. 2-0 زدیم. بازی بعدش هم 2-1 زدیم. بک تو بک بابا لتس گو. با 90 امتیاز و اختلاف امتیاز 11 امتیاز قهرمان لیگ شدیم. توی چمپیونز لیگ متاسفانه باختیم. تو سوپر کوپا متاسفانه رئال مادرید باختیم. دیدید کوپا د اسپانیا هم به والنسیای باختیم که فینال 3-1 به رئال سوسییداد باخت. کلا یه دونه جام اونم لیگو بردیم که واقعا جام خیلی مهمیه. جواد زلزله 38 بازی 22 گل دوم جدول گلزنان شد و مانت رئال مادرید با 25 گل اول شد. سوپر کوپا ولی اول شدیم. کلا همه یه گل زده بودن دیگه. کجا اول شدیم؟ نه نزدیک به اولی بودیم. چه خاصی نبودیم. یورو هم که گند زدیم دیگه. آره دیگه اینم از این فصلم 50 بازی و 29 گل و 1 پاس گل دادیم. فصل خوبی بود. حالا توی کامنت ها واسه هم بگید که دوست دارید این فصل باز هم توی بارسلونا بمونیم یا باز هم ترانسفر ریکوست بدیم و بریم یه لیگ و یه تیم دیگه. پس برو بریم واسه خداویسی ناب. خب دوستان اینم از قهرمانی لیگ با جواد زلزله. یوسیل نتونستی قهرمان شیم ولی لیگو بردیم. از رئال مادرید رفتیم دوباره بارسلونا و تو بارسلونا موفق بودیم به نسبت و قهرمانی هم گرفتیم. توی کامنت حتما واسه بنویسید که فصل بعدی دوست تو بارسلونا بمونیم یا پاشیم بریم یه لیگ و یه تیم دیگه یا نه. اونجا از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله خوشکلام حتما بزنید روش تا و نفری باشید که وقتی ویدیو میذارم باخبر بشید. تا ویدیو بعدی موضوع خوبیاتون باشید. خیلی دوستتون دارم. چکس فعلا.